سلام، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. زندگی بزرگان و پیشکسوتان در ورزش جهان همیشه مورد توجه بوده است که دولت مردان و مسئولین ورزش از آنها به عنوان الگوی موفق در جامعه خیش استفاده می کنند. اما در کشور ما نه تنها از آنها من حیث الگو استفاده نمی شود، بلکه آنها را به دست فراموشی می سپارند. از جمله بزرگان ورزش افغانستان سید ضیا مظفری است که بیش از یک سالی است با بیماری دست و پنجه نرم می کند و نامی از او گرفتن نمی شود. گزارشی را در این مورد تهیه دیدیم و با هم یک جا می بینیم. سید احمد ضیا مظفری متولد سال 1337 در شهر کابل چشم بر جهان گشود. او از دوران نوجوانی رو به ورزش آورد و در سال 1356 توانست پیراهن تیم ملی فوتبال کشور را برتن کند. سید ضیا مظفری پس از درخشش در تیم ملی کشور و تیم فوتبال میوان به دلیل شایستگی که داشت به وظیفه مربیگری رو آورد. ضیا مظفری یکی از ورزشکارای ناب تاب عصر و زمان خود بوده و از اهلیت و شخصیت خوب برخوردار بوده، در جامعه محبوبیت زیاد داشته، بر علاوه از اینکه شهرت داشته در بخش فوتبال خود، از محبوبیت خاص برخوردار بوده و مردم احترام سخت بر سید احمد ضیا مظفری قائل بوده. او در طول زندگی ورزشی خود در بخش های مربیگری، معاونت اداری فدراسیون فوتبال و سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک به طور شایسته ایفای وظیفه کرده است. انگیزه دهنده ورزشکارهای جوان و ورزشکارهای سابقه دار است. اونا همیشه باید مراقب یا مواظب ورزشکارهای سابقه دار باشند که اونا در کجا هستند، چی میکنند، بچی ها هستند، از ما خبرگی باشند و نظرات از اونا را راجع به ورزش و در سایر موارد بپرسند تا ورزشکارهای دیگه از اون یک پندی بگیرند. از سید ضیا مظفری بیش از یک سال است که با بیماری دست و پنجه نرم می کند، اما تا کنون هیچ کمک از سوی فدراسیون فوتبال کشور برای تداوی وی صورت نگرفته است. قسمی که تر رسمی باید برند تا به حال که من تا جایی که معلومات دارم نکدام کمک همراهی شده و نه تر خبرگیرایش بودن و باید نه تنها سید ضیا مظفری، هر پیشکسوتی که در هر رشته سپورت است باید دولت و کمیته ملی المپیک فدراسیون های مربوطهشان از اونا اولگیری بکنن. عدم مسئولیت پذیری و بی‌توجه بودن به مسائل بزرگان ورزش که تمام عمر خود را در خدمت جامعه بودن باعث می شود تا ورزش و ورزشکار آهسته آهسته جایگاه خود را در تمام اجتماع از دست بدهند. در جامعه ورزشی کشور ما بزرگان زیادی چون سید ضیا مظفری وجود دارد که بدور از ورزش در گوشه از این وطن با مشکلات مواجه هستند. لذا باید مسئولینی که در رأس خانه ورزش افغانستان قرار دارند در حمایت و پشتیبانی این گنجینه های با ارزش به تفاوت نبوده و تلاش فراوان کنند. و اما هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کابل با پیروزی شاه همراه بود. پنجمین هفته از چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال پایتخت تاشت امروز با دو دیدار آغاز شد که تیم شاه در مقابل حریفش به پیروزی دست یافت. در نخستین دیدار این روز که در تنها استادیوم شهر کابل برگزار شد، ابتدا دو تیم شاه و جوانان میهن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند که در پایان بازیکنان شاه با نتیجه 1-0 حریفشان را شکست دادند. رقابت‌ها فردا با دو دیدار پیگیری می‌شود که پامیر در مقابل اردو به میدان می‌رود و صنایع با خراسان روبرو می‌شود. در جدول رده‌بندی هم تاکنون کابل بانک با 10 امتیاز صدر نشین است. و ما رقابت‌های کرکت در نورستان، مسابقات انتخابی تیم منتخب کرکت نورستان امروز نیز پیگیری شد. در دومین دوره مسابقات گزینشی تیم منتخب کرکت نورستان امروز دو تیم کانتیوا و کابل بانک به مسافه یکدیگر رفتند که در بایان بازیکنان کانتیوا بر حریفشان غلبه کردند. در این روز ابتدا بازیکنان کانتیوا بازی را آغاز کردند که در 20 اوور توانستند 150 دوش را برای تیم کابل بانک هدف تعیین کنند، اما بازیکنان کابل بانک در اوور 20 به این هدف نرسیدند و تنها موفق به انجام 98 دوش شدند و با این حساب شکست مقابل تیم حریف را پذیرفتند. این رقابت ها روز گذشته نیز با یک دیدار پیگیری شد که تیم کابل بانک در نخستین بازی مقابل برگ متال به میدان رفت که در پایان بازیکنان برگ متال بر حریف خود غالب شدند. همچنان دو تیم برگ متال و پارون قرار است فردا به مسافه یکدیگر بروند.
دومین دوره مسابقات گزینشی تیم منتخب کرکت نورستان در شهر پارون این ولایت راه اندازی شده است. در پایان این رقابت ها 18 ورزشکار برتر موفق می شوند تا جواز حضور در تیم منتخب نورستان را به دست آورند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ورزشی. از همراهیتان جهان سپاس. مجموعه خبری این ساعت در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان جهان سپاس. موفق باشید.